مقامات منطقه والونیا در بلژیک می‌خواهند از اول سپتامبر ذبح حلال را ممنوع کنند. به گزارش شیرویز به نقل از اکسپرس، این قانون ممنوعیت ابتدا در منطقه فلاندرز در بلژیک به تصویب رسید و در روز نخست سال 2019 به اجرا گذاشته شد. منتقدان قانون ممنوعیت حلال بر این باور هستند که این حرکت در راستای یک پروژه ضد مهاجرت در سرتاسر بلژیک بوده و ملی‌گرایان افراطی از این سیاست‌ها استقبال کرده و می‌کنند. گفتنی است شماری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا مانند دانمارک و سوئد شیوه ذبح حلال بدون استفاده از ماده بیهوشی را ممنوع ساختند. این در حالی است که پیش از این اتحادیه اروپا با استدلال به حق آزادی مذهبی چنین قوانینی را تصویب نمی‌کرد. محمد بوزمارنی سرپرست انجمن مسلمانان در شهر آلون هشدار داده این ممنوعیت‌ها ممکن است باعث شود که ذبح حلال به یک تجارت زیرزمینی تبدیل شود. وی در این باره به خبرنگاران گفت همه در خانه یا در گوشه دور از چشم‌ها ذبح را انجام خواهند داد و من تصور نمی‌کنم که این در راستای اهداف فعالان حقوق حیوانات باشد.